نشست کلیدی در مورد افغانستان تا حدود 100 روز دیگر. جامعه جهانی آغاز دهه دوم حضورش را در افغانستان بررسی می کند. قرار است سالمان نشست را در 5 ماه دسامبر در شهر بن برگزار کند، اما این بار به رهبری افغان ها. طراحان این نشست که بن دوم نیز به او گفته می شود، گفتند که این کنفرانس سه محور اصلی دارد: بررسی روند انتقال، مصالحه و ادغام مجدد و تعهد جامعه جهانی با افغانستان پس از 2014. سه محور بسیار کلیدی، اما هر کدام دشواری های را به همراه دارد. دولت افغانستان باید با چه برنامه به این نشست برود؟ با یا نمایندگان طالبان می توانند بخش از هیئت کابل باشند؟ با روایت دیگر باشد. سلام، بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. من شیرزاد هستم. آقای امیر محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و اشتراک کننده کنفرانس بن نخست، فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان، حقوق بشر و جامعه مدنی مجلس نمایندگان تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست. خانم ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان، آقای داود مرادیان استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل. اما پیش از آغاز بحث، دو روز قبل گفتگوی داشتم با وزیر خارجه آلمان آقای گیدو وسترولا. بخشی از سخنان آقای گیدو وسترولا در مورد بن دوم. We are glad and of course we are also proud to be the host of the next Afghanistan conference at the end of this year, 5th of December. ما خیلی خرسندیم و همچنان افتخار داریم که میزبان نشست افغانستان در 5 دسامبر 2011 در شهر بن آلمان هستیم. اما این نشست توسط افغان‌ها رهبری می‌شود. ما تنها میزبانی خواهیم کرد. این بسیار مهم است که یک رهبری مشخص از طرف افغانستان است. سه موضوع در این نشست قابل بحث است: یک، پروسه انتقال و پیشرفت‌ها در این روند; دو، مصالحه و ادغام مجدد که برای پروسه سیاسی راه حل خیلی مهم است; و سومین که ما می‌خواهیم مشخص سازیم که نقش جامعه جهانی در سال 2014 به پایان نمی‌رسد. این پیام من به مردم افغانستان است که ما روند انتقال را حمایت می‌کنیم و این کشور را پس از سال 2014 فراموش نمی‌کنیم. ما به این متحد هستیم و به این راه ادامه می‌دهیم. But we will not forget Afghanistan in the years after 2014. We are bounded, and this is exactly what we will continue. We agreed in the London conference to a political. ما در نشست لندن به یک روند سیاسی در افغانستان موافقت کردیم. فکر می کنم گفتگو یک امر ضروری است و ما فکر می کنیم که روند مصالحه و ادغام مجدد نتیجه خواهد داد. زیرا ما به اساس آن برنامه های خود را آغاز کردیم و به آن ادامه خواهیم داد. Reconciliation and reintegration. مصالحه و ادغام مجدد پرسش اساسی است. زیرا اگر خواهان صلح هستید، مهم است تا گفتگویی را راه بیندازید. میخواهم یادآور شوم که این روند سیاسی به تصمیم سیاستمداران افغان و مردم افغانستان ربط دارد. در نهایت ما نقش حمایوی را داریم و مسئولیت این روند سیاسی را بر عهده نخواهیم گرفت. بیننده بخش از سخنان وزیر خارجه آلمان در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز بودید. مهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای مرادیان، با شما آغاز میکنم. با توجه به محورهای تعیین شده برای کنفرانس بن که معمولا به بن دوم مسمی شده است، اهمیت بن دوم را در چی میبینید؟ با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و بیننده های محترم شما. ببینید، سه برداشت میتواند در مورد کنفرانس بن دو ما داشته باشیم. کنفرانس یک برداشت و یک پیشبینی بد، یک پیشبینی بدتر و یک پیشبینی و انتظار خوب از کنفرانس بن دو. پیشبینی یا برداشت بد چی هست؟ پیشبینی و برداشت بد عبارت از این هست که کنفرانس بن مانند کنفرانس لندن، مانند کنفرانس پاریس، مانند کنفرانس کابل نشست شود برای گفتن صحبت‌ها
گرفتن چند عکس یادگاری و همین. و پس هیئت افغانستان به کابل برگردد و روز از نو روزگار از نو. این برداشت بد هست، سناریوی بد هست که انتظار وجود دارد که ما باید با مواظب باشیم که چنین اتفاق نیفتاده. سناریوی بدتر عبارتی هست که ما کنفرانس بن دور رایل های غلط تولید کند برای مشکلات افغانستان، رایل های غلط چون تغییر قانون اساسی افغانستان، چون تجزیه عملی افغانستان به این معنا که چند تا از ولایات جنوبی به طالبا داده شود، بحث شریک دادن طالبا به عنوان یک قدرت سیاسی و نظامی در پروسه سیاسی و قدرت سیاسی افغانستان. پس این سناریوی بدتر از کنفرانس بن خواهد بود. اما این امیدواری هم وجود دارد که کنفرانس بن دو یک آغاز شود برای افغانستان جدید و ای که ما از این کنفرانس بن فرصت باشد برای ما افغانها و همچنین دوستان ما در جامعه جهانی که یک قدم به جلو برویم و نه اینکه ما یک قدم به عقب برویم. پس اینجا سه سناریو وجود دارد. سناریوی بد که یک کنفرانس نمایشی خواهد بود. سناریوی بدتر این هست که ما رایل‌های بد تولید کنیم برای کنفرانس. و سناریوی خوبی هست که یک فرصت طلایی باشد، یک آغاز نوین باشد برای افغانستان و دوستان ما در جامعه جهانی. حال شما این سناریوهایی را که ذکر میکنید، بد و بدتر و خوب، بر حسب چی است؟ خب بد و بدتر و خوب برمیگردد این هست که ما افغانها چی میخواهیم. همانطور که وزیر خارجه آلمان در مصاحبه که شما با ایشان داشتید اشاره کرد، جامعه جهانی حاضر است که در هم سناریوی بد با ما باشد، هم سناریوی بدتر، هم سناریوی خوب. آنچه که مهم است که ما افغانها چی میخواهیم. یک، و در صورت مشخص باید ببینیم که آیا دولت افغانستان از این فرصت طلایی استفاده خواهد کرد برای آغاز جدیدی از رابطه خود با مردم افغانستان، از آغاز جدیدی با رابطه افغانستان با جامعه جهانی یا خیر، و اینکه همچنین جامعه جهانی آیا واقعا حاضر هست که سرمایه گذاری و صبر کافی برای یک سناریوی خوب داشته باشه. پس اینجا سه بازیگر مهم وجود داره. یکی که ما مردم افغانستان، بازیگران سیاسی افغانستان هستیم، حکومت افغانستان هست و جامعه جهانی، که اگر ما بتوانیم دست به دست هم بدهیم میتوانیم یک سناریوی خوبی در کنفرانس بن دو داشته باشیم. اساسا سوال در اینجاست، حالا شما از این سه سناریویی که صحبت میکنید، مخصوصا سناریوی دوم، استدلال شما بر حسب چی است؟ خب یک تحلیل غلطی وجود دارد که بعضی از دوستان انگلیسی ما متاسفانه تحلیل چند سال است که تبلیغ میکنن و ای که اینها بزرگترین نقص کنفرانس بن اول نبود طالبان ارزیابی میکنن و ای که اگر طالب به صحنه سیاسی افغانستان برگردد تمام مشکلات افغانستان حل خواهد شد. بنابراین کنفرانس بن فرصت خواهد بود برای شریک ساختن قدرت با طالبان و اگر ما طالب وارد قدرت سیاسی و نظامی افغانستان کنیم مشکل افغانستان حل خواهد شد. پس یک نگاه بسیار سطحی نگرانه از مسئله افغانستان هست، به خاطر که با آوردن طالب ها شاید یک بخش کوچک از مسئله افغانستان حل شود، اما مشکلات افغانستان کلانتر از بودن یا نبود طالب ها یا گلبدین حکمتیار میباشد. خانم کوفی خوش آمدید. آقای فرهنگ چه فکر میکنید با توجه به ای که شما هم یک تن از اشتراکنده های بن نخست بودن، حالا با چه درس های وارد بن دوم میشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون طلوع، من فکر میکنم که بین بن اول و بن دوم بسیار زیاد فرق وجود داره. بن اول وقتی که دایر شد کنفرانس، ما در مقابل یک حالت قرار داشتیم که دفعتاً واقع شده بود، هیچ آمادگی از جانب افغان‌ها وجود نداشت. در مقابل یک عمل انجام شده قرار داشتیم، یک نظام طالبان سقوط کرده بود. سقوط امروز او وقت میگفتیم، اما در واقعیت نا عقب نشینی کرده بودن، سقوط نکرده بودن، یک نوع عقب نشینی تاکتیکی بود و یک حکومت و یک ساختار نو باید ایجاد میشد و بسیار سرزی کار شد. اما در وقتی که اگر من خاطرات وقت خود را پس به یاد بیارم بگویم، در جریان 10 یا 11 روزه که کنفرانس بن جریان داشت، بازی های هم صورت گرفت که طوری که لازم بود که باید یک
اساس نظام آینده افغانستان گذارده می شد مطابق به چیزی که مردم افغانستان به صورت عنعنوی همیشه او عادت داشتن و عقیده داشتن این تو صورت نگرفت، بلکه بازی هایی بود که باید است که بعضی ارزش ها آورده شد در افغانستان، یک افغانستانی که تقریبا 20 سال جنگ ها و مشکلات بسیار زیاد دیده بود، یک نظام بیایه و سیستم بیایه و چیزهایی بیایه بسیار بسرعت وام که پس یک جامعه مدرن، یک دولت مدرن، یک مملکت مدرن ساخته شده که در خودش به ذات خود اشتباه بود. با اون که نمیخوایم از بن دوم دوباره برگردیم به بن اول، اما اساسا این بازیگران کیها بودن و فکر میکنید این بازی ها یک بازی های قصدی بوده و یا هم اشتباه بوده؟ خب بسیار مشکل است که آدم متهم بسازه که قصدن اینطور کردن یا اشتباه کردن. من فکر میکنم زیادتر عصبانیت بود، یکی عصبانیت جهانی بود بالای می واقعی که رخ داده بود 11 سپتامبر و باید است که هر چی زودتر این کسایی که کار کرده بودن اونا جزا می دیدن، بسیار امرای از اونا به شدت رفتار شد. دوم انگیزه پیشمهی بود که کسانی که در عقب پرده سر کنفرانس بن سر اول کار می کردن یک تعداد زیاد از اونا به شرایط افغانستان اصلا آشنایی نداشتن. مثلا کسی که در رأس قرار داشت، ما امروز باید با صراحت بگوییم که آقای لختر برایمی بود، او اصلا افغانستان نمیشناخت که در افغانستان چی باید شوه و چی ترتیب ما پیش بریم. ما یادم میاد که وقتی که هر شام بعد از اینکه روز کار میشد سر مفردات پروگرام آینده و شام جمع میشدیم تا ما گروپ ها که رو بحث کنیم، حتی حق از این برای بعضی ها داده نمیشد که ابراز نظر کنند و نظر خود بگوین و تعدیل پیشنهاد کنند و چند بار تصادم ها رخ داد، حتی عصبانیت ها رخ داد. بله، پس شما فکر میکنید این آموزه هایی است که باید در بن دوم مد نظر گرفته شد؟ میامدم سر این نقطه. اینا در بن دوم، بن اول خوب نیست که با گفتم تمام اختیارات به دست دیگرا بود. افغان ها رفته بودند و میخواستیم زودتر از این حالت برایم که یک نظام هر شکلی که هست بیاید در افغانستان که همه چیز آدم نپاشه. یک چیز نامکمل آمد. در بن دوم افغان ها تانستند که در 10 سال با تمام مشکلاتی که داشتن، با تمام اشتباهات که صورت گرفته، یک سلسله زیربناهای سیاسی را اقلا در افغانستان ایجاد کنند و تجارب به دست بیارند. این حال این دیگه مربوط به مشمولین کنفرانس و دولت مداران افغانستان میشه که تا کدام اندازه از تجارب به دست آمده، اشتباهاتی که صورت گرفت از جامعه بین المللی و از خود ما افغان ها، این مد نظر گرفته یک پروگرام را عرضه میکنند و چیزهایی را به دست میارند که مطابق به اراده و مصلحت افغانستان باشه و مخصوصا به این نکته باید بسیار اشاره کنند که افغانستان را آیندهش از زیر کنترل کشورهای همسایه و غیره و غیره بیرون بکشند، بلکه اختیارات افغانستان را به مالکین افغانستان که عبارت از ملت افغانستان باشه، پارلمان افغانستان باشه، حکومت افغانستان باشه و بالاخره مردم افغانستان باشه به این بسپارند. این بسیار گپ مهم است که اگر این کار نکنند بن دوم باز چیزی که مثل که آقای مرادیان گفت سمبولیک میشه و نتیجه نمیده. چه فکر میکنید آقای فرهنگ نسبت به چگونگی اختیارات در بن اول و حالا بن دوم اشارات داشتن؟ شما به عنوان عضو مجلس نمایندگان افغانستان حالا چه فکر میکنید اختیار کنفرانس بن دوم در دست کی است، افغان ها و یا هم خارجی ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و مهمان های عزیز و بیننده های محترم. بحث عمده ای هست که ما به عنوان میزبان‌های اصلی کنفرانس بن باید اختیار در دست بگیریم، ابتکار عمل در دست بگیریم، یک اجندار قبل از رفتن به کنفرانس بن با اجماع سیاسی همگی افرادی که تصمیم گیرنده هستند در داخل، اپوزیسیون، گروه‌های مختلف که نظرهای سیاسی مختلف دارند، ما یک اجندا داشته باشیم تا روزی که در کنفرانس بن شرکت می‌کنیم ابتکار عمل در دست ما باشه. فرقی که کنفرانس بن اول با بن دوم داره همی هست. با وجود ای که ما میزبان هستیم، اگر بخوایم از عینک بن اول به بن دوم نگاه بکنیم، مهمترین حادثه سیاسی سال 2011 خواهد بود برای افغان ها. همینطور که کنفرانس بن اول مهمترین حادثه سیاسی سال 2001 برای افغان ها بود، اگر ما به همین باور باشیم که برای اولین بار مفهوم دولت ملت سازی در افغانستان از طریق کنفرانس اول
ارائه شد، برای اولین بار مفهوم دولت مدرن در افغانستان ارائه شد. پس باید به سر همین مسائل کار بشه و اجندای با حضور همه گروه های مختلف ترتیب بشه تا خدای نکرده گروه های مستقل با اجنده های مستقل پراکندگی را در کنفرانس بن دوم ایجاد نکنند. اگر که چنین ببخشید اگر چنین پراکندگی ایجاد بشه ما هیچ دستاوردی از کنفرانس بن دوم نخواهیم داشت، به دلیل ای که اگر ما فراملی فکر بکنیم، اکت فراملی بکنیم، باید هدف ملی داشته باشیم. هدف ملی ما اجندایی هست که با اجماع همه گروه های زیدخل در سیاست های داخلی و خارجی افغانستان باید ترتیب بشه. حالا شما به عنوان عضو مجلس نمایندگان افغانستان در مورد چیگونگی اجندا و اختیارات حکومت افغانستان باید داشته باشه، باید و این اختیارات هم به باور شما روشن باشه، چقدر آگاهی داره؟ تا جایی که بنده آگاهی دارم در جنانی که کمیسیون روابط بین المللی نشست های با وزارت امور خارجه داشت، تا حال کمیسیون های مختلف تأسیس شده در وزارت خارجه و سر مسائل مختلف و ابعاد مختلف کار میکنن تا یک اجنده رو ترتیب بکنن. اما مشکل عمده این هست و اساس آسیب شناسی که ما میتونیم در قسمت دولت افغانستان داشته باشیم، آسیب عمده ای هست که غرایز سلیقه ها علایق در تصمیم گیری ها شریک هست و این باعث میشه که دولت افغانستان دیر تصمیم بگیره. دولت افغانستان یعنی هر سه قوه، فقط یک قوه رو محکوم نمی کنم. دولت افغانستان آسیب عمدهش این هست که دیر تصمیم بگیره. ما زمان بسیار کمی تا دسامبر سال 2011 داریم. در این زمان باید اجماع سیاسی همه گروه ها رو داشته باشیم تا خدای نکرده فردا پراکندگی ایجاد نشه که باعث بشه ما دستاوردی از کنفرانس بن دوم نداشته باشیم و ناامیدی مردم باعث مشکلات حاد دیگر در افغانستان. سپاس. خانم کوفی، شما هم چند روز قبل نسبت به مبهم بودن اجندای کنفرانس بن دوم اظهار نگرانی کردن. پاسخ وزیر خارجه افغانستان و رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان افغانستان چقدر این مبهم بودن اجندا را برای شما روشن ساخت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و بیننده های محترم. هنوز پارلمان افغانستان و ما باور دارم که سایر نهادهای دولت افغانستان از چگونگی بحث هایی که ممکن است در بن صورت بگیره، اشتراک کننده ها و نتایجی که ممکن است در نتیجه بحثایی که صورت میگیره با اون نتایج برسیم، خود کسایی که در رأس هستن هم مطمئن نیستن. ما چند وقت قبل جلسه که با آقای دمستورا داشتیم، کمیسیون ما، چون کمیسیون ما جدا برای کار میکنه تا حضور خانم ها و جامعه مدنی در هر روند سیاسی و مخصوصا در این پروسه که حدس و گمانای مبنی بر این وجود داره که ممکن یک طرف میز مذاکره یا یک طرف اشتراک کننده گروه طالبان باشه، کمیسیون مبارزی جدان کار دارن تا خانم ها و جامعه مدنی در حضور داشته باشه و یکی از طرف ها شما میفهمید که در افغانستان ملل متحد و مخصوصا نمایندگی خاص ملل متحد است. ما در جلسه که با اونا داشتیم حتی اونا هم مطمئن نبودن. صحبتی که بر ما شد از آدرس از اونا بسیار جالب بود. اونا گفتن که ممکن است در آخرین لحظه لیست اشتراک کننده ها تغییر کنه. بنان شما با عنوان نماینده های مردم پیشنهادی از اونا برمایی بود که از همیال باید اطمینان حاصل کنین تا کسانی که شما فکر میکنین نظر متفاوت در این کنفرانس دارن یا حداقل از مردم میتونن نمایندگی کنن یا از مردم افغانستان میتونن نمایندگی کنن، از نیروهای دیگر اندیش، از جامعه مدنی، از زنان افغانستان، از نیروهای ملی دموکرات، عناصری که به حداقل به نظام سازی در افغانستان باور دارن، از اینا حضور داشته باشن. چیزی که ما میخواستم بگم اینجا، من موافق هستم با اینکه کنفرانس بن دوم تفاوت داره با کنفرانس بن اول، اما متاسفانه تفاوت بر ما تفاوت خوشبینانه نیست در مقایسه با کنفرانس بن اول. در کنفرانس بن اول هرچند هنوز در نتیجه جنگ و حکومت طالبان و جنگ‌های داخلی ساختارهای افغانستان کاملا از بین رفته بود، ساختارهای سیاسی و حتی ساختارهای اقتصادی، ولی یک خوشبینی بر ایجاد یک نظام مبتنی بر آرای مردم و مبتنی بر دموکراسی وجود داشت. یک فضایی که در کنفرانس وجود داشت و مردم افغانستان هم به علاقمندی دنبال میکردن، فضای امیدوار کننده بود. آنچه که در کنفرانس بن دوم ممکن است اتفاق بیفته چند چیز است. چند سناریو را آقای مرادیان که آخرین قسمت صحبتایشان هم اشاره تعقیب کردم، چند سناریو را اینا مطرح کردن. یکی از عمده ترین سناریوهایی که ممکن است در اونجا مطرح شود، مسئله شریک ساختن طالبان در قدرت سیاسی افغانستان است.
و ای از راه دموکراتیک نه بلکه از راه غیر دموکراتیک، یعنی در حقیقت تقسیم قدرت. با وجود که چیزی که برای ماها میشنویم ای است که کنفرانس بن دوم بعد از سال 2014 الا 2024 هم ممکن است که برنامه ریزی سرش بکنه، ولی شما میفهمین که هنوز پارلمان افغانستان و مردم افغانستان برای ای که از حال تا 2014 ممکن است چی اتفاقی بیفته ما از او اطمینان حاصل نکردیم. بگذارید باز هم به اصل پرسش تمرکز کنیم. حال شما چه فکر میکنید این مبهم بودن و نامطمئن بودن ناشی از چی است؟ فکر میکنید حالا پیش از وقت است و یا هم بحث های دیگره؟ من فکر میکنم که برای کسانی که تصمیم به این دارن که کنفرانس تدویر شود و مسائل را در پسایندی کنفرانس توقع دارن، برای اونا مسائل روشن است. ولی در دولت افغانستان بسیار معمول بوده که از نهادهای مردمی مسائل پنهان نگه داشته شود. یکی از نگرانی ها همیست که ممکن است اگر این مسائل با مردم، با پارلمان، با اینا شریک ساخته شوند، پارلمان شاید با بعضی از این موارد مخالفت داشته باشه. یکی از دلایل همی است. دلیل دوم این است که بعضا ذهنیتی که در حکومت، مخصوصا پیش از بعضی افرادی که در حکومت هست وجود داره، به این است که تصامیم در خفا در عقب پرده ها گرفته شود. این تنها مورد نیست، حتی امی پروسه سال هم شما میفهمید که مردم و پارلمان افغانستان در این پروسه شامل نیستن یا دخل داخل نیستن. ذهنیت دیگه که در این قسمت وجود داره عدم هماهنگی و عدم توافق جهانی بر سر آجندایی که در این کنفرانس ممکن است بحث شود. در این کنفرانس بیشتر دو قطب است، یک از لحاظ همکاری های بین المللی، یک قطب امریکاست و دوم انگلیس و تا حد زیاد جرمنی. انگلیس ها علاقمند شریک ساختن قدرت طالبا از راه غیر دموکراتیک هستند. امریکایی ها با وجود مشکلات داخلی خودشان هنوز هم به فکر ازی هستند که ارزش های دموکراتیک در افغانستان باید حفظ شود. ما فکر میکنیم یکی از دلایل دیگه که اینا علاقمند نیستن که شریک بسازن امی عدم هماهنگی در سطح بین المللی در این قسم و تا در سطح ملی، چون پارلمان هم تا حال به عنوان یک نهاد تصمیم گیری در جریان نیست. آقای مرادیان، شما زمان هم به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه افغانستان ایفای وظیفه کردین، چقدر با گفته‌های خانم کوفی موافق هستند؟ حالا آیا واقعاً یک اجماع جهانی در مورد کنفرانس بن دوم وجود ندارد؟ و یا آیا واقعاً جهان نسبت به کمک به افغانستان پس از 2014 ناامید شده؟ من جرأت مخالفت به خانم کوفی رو ندارم. من موافق هستم با صحبت‌های نه. ببینید، مهم این نیست که جامعه جهانی چی پلان و چی برنامه برای افغانستان دارد. مهم این نیست که انگلیسی ها نظر اینا چی هست. مهم این هست که ما چی میخواییم؟ این کشور مال ما هست، مربوط به ما هست، سرنوشت خود ما هست. آیا ما میخواییم یک نظام قانونمند، یک نظام عادلانه، یک جامعه دموکرات داشته باشیم؟ یا اینکه ما میخواییم که بر مبتنی بر نهادهای ما قبل مدرن قبیله، توسط قاچاقچیان مواد مخدر، توسط ناقضین حقوق بشر رهبری ما رو عهده‌دار بگیم؟ پس حق ما هست، انتخاب ما هست، و اگر ما انتخاب کنیم، هر چیزی که مردم افغانستان انتخاب کنند، جامعه جهانی مجبور خواهد شد که او انتخاب مردم افغانستان قبول کنه. بگذارید به یک نکته کوتاه اشاره بکنم. حالا از انتخاب مردم افغانستان و حکومت افغانستان یاد کردید، در یک دهه اخیر چقدر به این خواستهای حکومت و مردم افغانستان جامعه جهانی توجه کرده؟ خب تا جایی که مهم بوده است، جامعه جهانی تا جاهایی که مثلا در مورد حقوق بشر انتقاد ما هست، چون یک نقص کلان بن اول و یک ده سال اخیری بود که یک ما ثبات بر عدالت ترجیح دادیم و یک پیشفرض غلطی وجود داشت در جامعه جهانی، بخصوص آقای اخضر ابراهیمی، که برای نیاز اصلی افغانستان ثبات است و عدالت رو شما می توانید بعداً داشته باشید. اما تجربه نشان داد که ثبات بدون عدالت
ثبات نیست. وضعیت موجود افغانستان هم نشانه خوبی هست که اگر ما یک نگاه ارزشی به سیاست نداشته باشیم، حتی همو منافع کوتاه مدت هم به دست ما نخواهد آمد. پس یه آنچه که مهم است برای ما در کنفرانس دو بن دو این هست که باید ما یک نگاه ارزشی به افغانستان داشته باشیم. ما چگونه افغانستان میخوایم؟ افغانستان قانونمند، افغانستان عدالت محور، افغانستانی که مشارکت واقعی در او وجود داشته باشه، یا افغانستان مصلحت ها، افغانستان ناهنجاری ها؟ سپاس. آقای فرهنگ، شما در بن نخست شرکت داشتن، چه فکر میکنید در اون زمان تنها بحث ازی بود که چگونه امنیت در افغانستان تامین بیابه، بحث عدالت، حقوق بشر، دموکراسی، مسائلی که حالا عنوان میشه مطرح نبود؟ مسائل مطرح بود در ابلاغی بنام که شما ببینین، این مسائل گنجانیده شده و در قسمت عدالت، عدالت انتقالی و غیره بعضی کارهای صورت هم گرفت، متوقف ساخته شد. متوقف ساخته شد. یعنی ما فکر میکنیم قصدن متوقف ساخته شد، چرا مسائل بسیار مشکل میشد، بسیار مسائل عجیبی پیش می آمد. خب هر صورت، یعنی این چیزا پیش بینی شده بود، اما متاسفانه که زعامت ضعیفی که در افغانستان بعد از او به وجود آمد که من خود هم جزی از او میدانم، اینمی باعث ازی شد که او هدف خوبی کم در اونجا گنجانیده شده بود او تا اندازه عملی نشه. آقای مرادیان پیشتر گفتند که بین دو چیز که یکی ثبات بود یکی عدالت، بین ازی باید انتخاب میشد. متاسفانه در افغانستان نه ثبات آمد نه عدالت آمد. انتخاب در نخست چی بود؟ موازی باید از همه چیز پیش میرفت، مطابق به شرایط افغانستان هر چیز نسبی تکمیل میشد و یک مدت طولانی را کار داشت. امی ساختار سیاسی عجولانه ای که در اونجا تصمیم گرفتن که دو ما مخالفت کردیم، نمود 6 ماه اداره موقت، یک و نیم سال یک اداره انتقالی و بعد از او باز انتخابات دیگه و دیگه. این برای یک مملکتی که از بیخ و بنیاد مثل خانم پوفی بیشتر گفتن و کلی همه چیز خود از دست داده بود، یک دوره بسیار کوتاه بودی، بسیار شباهت داشت به دوره حکومت مجاهدین که وقتی که آمدن که 2 ماه که باشه و 4 ماه که باشه گفت. این باید یک ذره وقت داده میشد برای افغان ها که ما بین خود میشیشتن در مملکت خود، بین خود یک راه های حل بین خود پیدا میکردن، با جامعه بین المللی اون هم آهنگ میساختن، بعد از او عملی میکردن، به طرف انتخابات میرفتن. دموکراسی پروسه ای نیست که از امروز به سبا بیاید. دموکراسی هایی که امروز ما در دنیا میبینیم قرن های ناکار کردن تا او را آوردن. ما چطور میتونیم که در 5 سال، 10 سال، 20 سال از یک حالت وحشت و بربریت به طرف دموکراسی بیاید؟ حالا شما فکر اجازه بدید با یک جمله را مگم بگم. ما یک تجربه بسیار تلخ از دهه دموکراسی داشتیم که ثبات بود، آرامش بود، امنیت بود، همه چیز بود، اما دموکراسی به 10 سال کار نداد، آخر سقوط کرد. ما چطور میتونیم که ظرف 10 سال با اون شرایط که بود در افغانستان یک دموکراسی رو بیاریم؟ این وقت کار داشت، هدف نهایی دموکراسی بود، باید از مراحلش طی میکردیم و نکردیم. حال در بود دموکراسی که به باور شما باید خواستگاه اجتماعی داشته باشه و بیشتر زمان را در بر میگیره، در بود امنیت هم باور شخص خود شما هست که محسوس نبوده، حالا ناامنی ها گسترش یافته است، دلیل اصلی در چی میبینید؟ امنیت چی وقت میاد؟ امنیت وقتی میاد که برای مردم کار شوه و مردم اعتمادشان بالای حکومت مرکزی محکم شوه. در اون صورت یعنی اطور اقالت بیه که هر فرد اطور فکر کنه، پیش خود به یک قناعت برسه که نمی قوی دولتی که وجود داره، اینمی مشروعیت داره که مرا اداره کنه. اینی مفکوره که پیش که آمد، اونو وقت است که با ثبات آمیه، پیشرفت آمیه، همه چیز نظام هم ساخته میشه. متاسفانه که مردم افغانستان همی قناعت یا همی پیشتون پیدا نشد که اینمی نظام مشروع است. ولی آزا نتیجهش میبینیم. خانم فرید، در گفتگویی که چند قبل با فرستاده ویژه آلمان در امور افغانستان و پاکستان داشتم، اشاره به این داشتن که بن دوم برای افغانستان سرنوشت‌ساز خواهد بود. چه فکر میکنید؟ حالا این سناریوهایی را که آقای مرادیان اشاره کردن، چه سناریوی سرنوشت افغانستان را رقم خواهد زد؟ بیشتر هم اشاره کردم یک اجندای مشخص بر اساس اجماع عموم گروه های زیدخ در سیاست داخلی و خارجی افغانستان، و البته باید مسائل مختلف در او در نظر گرفته بشه. با در نظر داشتی که ما از مردم افغانستان نمایندگی میکنیم، مردم افغانستان میخواهند تا جامعه بین‌المللی بیش از پیش در تقویت یک دولت توانمند و در تقویت یک حکومت توانمند و حکومتداری توانمند با شاخصهایی که واقعا باید وجود داشته باشه همکار باشه با افغانستان. اجندای دیگه ای هست که
مردم افغانستان باید بدانند که سال 2014 سال 1989 نیست. زمانی که روزها افغانستان را ترک کردند، افغانستان به فراموشی سپرده شد. زمانی که به حاشیه رانده شد افغانستان، نه. سال 2014 سالی هست که حداقل در محراق توجه، اگر در محراق توجه جامعه جهانی نباشه به حاشیه هم رانده نمیشه. افغانستان به مورد توجه هست. باید دولت مردهای افغانستان منافعی را برای جامعه جهانی خلق بکنن به لحاظ استراتژیک، تا جامعه جهانی در افغانستان به عنوان یک جامعه جهانی به صورت یک حضور متعهدانه با تضمین در افغانستان حضور داشته باشه. بحث دیگه که مطرح هست این هست که بحث مالی هم باید در کنفرانس بن دوم مطرح بشه، یک زیرساخت اقتصادی مطرح بشه تا تضمینی باشه برای کمک های دراز مدت جامعه بین المللی به افغانستان. این مسئله واقعا مهم هست و باید سر از او کار بشه. بحث دیگه دموکراسی هست. مهمانان عزیز سر از او بحث کردن. دموکراسی در کنفرانس بن اول وارد افغانستان شد به عنوان یک تصمیم سیاسی. دموکراسی وارد افغانستان شد و ما 10 سال او را تمرین کردیم. مظروف وارد افغانستان شد، اما ظرف از او را در 10 سال آینده باید جامعه بین المللی بسازند، ظرفیت سازی بشه، نهادهای جامعه مدنی به تمام معنا کار بکنن تا ما یک دموکراسی با حضور تمام اقشار و گروه های افغانی داشته باشیم. حالا اجازه ده بخش از سخنان خود شما اشاره بکنیم. شامل ساختن دیدگاه های تمام گروه ها در اجندای کنفرانس بن دوم به معنای چی است؟ این گروه ها کی ها هستند؟ خب من فکر میکنم نیاز هست به یک مثلث سیاسی تا مسائل کلان در این مثلث در نظر گرفته بشه و اجندا ساخته بشه. یک ضلع مثلث دولت افغانستان خواهد بود، هر سه قوه. یک ضلع مثلث اپوزیسیون غیر مسلح و یک ضلع مثلث اپوزیسیون مسلح خواهند بود یا مخالفین مسلح که نیاز هست نظرات اونها در داخل افغانستان در نظر گرفته میشه. یک بار دیگه تاکید میکنم، اگر اپوزیسیون مسلح به عنوان یک نهاد مستقل به خارج از افغانستان در کنفرانس بن متبارز بشه، ما هیچ دستاوردی از کنفرانس بن دو نخواهیم داشت. چرا که اهداف متکثر میشه، آجنده‌ها متکثر میشه و جامعه بین المللی هم نمیفهمه که از کدوم راه میتونه به آینده توسعه و انکشاف افغانستان کمک بکنه. فکر میکنید که دیدگاه‌های بر حسب این مثلثی که شما اشاره میکنید چگونه باید تنظیم شود؟ سوال شما رو متوجه شدم. حالا شما چه فکر میکنید؟ این مثلثی که شما به او اشاره کردین که دولت افغانستان بل. باشه، اپوزیسیون سیاسیش باشه و مخالفان مسلح دولت باشه. این اجندایی را که شما از یاد میکنید بر اساس چی باید تنظیم شود؟ ابتکار عمل باید دولت افغانستان در دست بگیره به عنوان میزبان در کنفرانس بن دوم و گروه های مختلف بر اساس منافع مختلف پای میز مذاکره بنشانه و نظرات اونها را در کنفرانس بن دوم سهیم بسازه تا ما بتانیم یک دستاورد از کنفرانس بن دوم. یعنی شما فکر میکنید در بن دوم باید این طرف ها شامل باشن؟ باید شامل باشن، اما ما جنگ داخل خانه خود و بیرون از کشور نمیتونیم حل بکنیم. بله سپاس. خانم کوفی شما چه فکر میکنید؟ از یک جهت شما هم نگران از این هستن که با این طرف ها به گونه غیر شفاف معاملی صورت میگیره و شاید هم بینون یک طرف وارد بن دوم شون. حال اگر بپرسم که خانم فرید نسبت به اشاره دارن که باید این طرف ها حضور داشته باشن و دیدگاهشون مد نظر گرفته شود، برداشت شما از این گفته ها چی است؟ من فکر کنم که هدف ناهید جان از حضور ایران بود، هدف از تشریح طرف های درگیر در افغانستان بود بیشتر. من فکر می کنم که خطوط سرخ برای مذاکره و مصالحه و تامین صلح در افغانستان نیاز به این است که ترسیم شود. بو خطوط سرخ دستاوردها و برنامه هایی را که در 10 سال گذشته مردم افغانستان به عنوان دستاورد به او رسیدن به هیچ وجه نمیتونه او را زیر سوال ببره. به چند دلیل. به یک دلیل، عمده ترین دلیل همی است که ملت افغانستان توان پرداخت بهای بزرگ رفتن به عقب را ندارن. همطور که آقای مرادیان اشاره کردن، رفتن به دوران پسامد به اصطلاح دوران قبیله را دوباره ندارن و جنگ های داخلی را. بنابراین ساختارهای دموکراتیک
در افغانستان نمیشه نادیده گرفته شود. دوم، خط سرخ زنان افغانستان به عنوان 51 الی 55 درصد نفوس افغانستان نمیشه در هر معامله نادیده گرفته شود. مخصوصا با توجه به اینکه آگاهی در مورد حقوق اساسی شهروندان در افغانستان بسیار زیاد شده و با این آگاهی ما باور دارم که دیگر زمینه برای دموکراسی در تعریف فرهنگ خود مردم افغانستان فراهم شده. سوم، خط سرخ قانون اساسی افغانستان است. اگرچه در این روزها در بیرون از افغانستان تبصره در مجامع سیاسی و مجالس بین المللی به این است که قانون اساسی افغانستان یک سند ملی است، خود افغان ها میتونن روی از او به توافق برسن. با وجود که برداشت ما از این صحبت هایی است که ممکن بعض نهادها و علاقات باشن که به فکر تعدیل قانون اساسی باشن، ولی این هم برای ما و برای ملت افغانستان یک خط سرخ است. بله. اگر تمرکز کنم به اصل سوال، شما چه فکر میکنید خانم فرید اساسا هدفشون از این اجندا یا مثلث سیاسی که باید در اجندای کنفرانس بن دوم در نظر گرفته شده چی بوده؟ ما فکر میکنم که حضور طرف های سیاسی، اونایی که امی خطوط سرخ را که ما به شما معرفی کردم، امی خطوط سرخ را به عنوان خطوط سرخ لاگذر، او خطی که قابل معامله نیست، میپذیرن، حق اشتراک را دارن در هر روند سیاسی، نه تنها در پروسه کنفرانس بن دوم، در هر روند سیاسی. اما اونایی که انوزم به این باور هستن که برای حق سیاسی خود از یک راه خشونت میتونن برسن، اونا نمیتونن در یک روند سیاسی شامل شون. زمان شما در یک پروسه سیاسی شامل شدن میتونین که شما با اون پروسه باور داشته باشین، چیزی که با باور شما باور ندارن. در حال حاضر گروه طالبا از لحاظ موقف ادقل سیاسی نظامی خود را در یک موقف برتر فکر میکنن. چرا؟ چون فکر میکنن که دولت افغانستان از لحاظ سیاسی در موقف ضعیف قرار گرفته، برای از اینکه پیش شرط ها را دولت افغانستان رعایت نمیکنن. طالبا هستن که پیش شرط ها را رعایت میکنن. بنان طالب دیگه علاقمند از این نیست که با قدرت شریک ساختن قدرت بخواین پای میز مذاکره بشینن. مرادیان، رئیس جمهور افغانستان چند قبل نسبت به اشتراک طرفا به گونه پراگنده در کنفرانس بن دوم اظهار نگرانی کرد و در گفتگویی که با وزیر خارجه آلمان داشتم جواب مبهم نسبت به حضور طرفای را می کردند. چه فکر میکنید نگرانی رئیس جمهور بر حسب چی است؟ خب آنچه که مهم است، جناب آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور افغانستان شخص اول هست و اینکه مسئولیت و صلاحیت قانونی آقای رئیس جمهور است که اجازه ندهد که قانون اساسی افغانستان نقض شود و وجود گروه هایی که اعتقاد به قانون اساسی ندارند در کنار هیئت افغانستان به معنای نقض صریح قانون اساسی است. پس این وظیفه آقای رئیس جمهور است که تاکید کرده. اما ببینید آنچه که مهم است که ما به شرکت کننده ها توجه ما نباید باشه. ببینید مولانا میگه ما زبان حال را بنگریم نه زبان قال را. مهم نیست که کی در کنفرانس بن دو شرکت میکنه، مهم این هست که در این کنفرانس بن قرار است چی روی اصول، چی اصول و چی ارزش های صحبت شود. اما این اصول با کی ها؟ این اصول باید ما خود ما تعیین کنیم، اصول چی میباشد، ارزش ها چی میباشد، و بعد شرکت کننده ها و پالیسی ها و برنامه ها و استراتژی ها نسبت به این اصول و این هنجارها باید مقایسه شود. ببینید اینجا سه اصل مهم برای ما مهم است که در کنفرانس بن باید تاکید شود، که یک اصل مربوط به ما افغان ها است، یک اصل به منطقه مربوط می شود و اصل و هنجار سوم مربوط به جامعه جهانی می شود. اصل و هنجار مهم برای افغانستان 2011 به آن طرف اصل عدالت، اصل داشتن یک اداره خوب می باشد و ما تاکید همه ما بر این باید باشد که از 2011 تا 2024 توجه و تمرکز افغان ها اصل اهمیت عدالت، عدالت در تمام عرصا و ایجاد و تقویت یک اداره سالم و پاسخگو باشد. حالا شما چی فکر می‌کنید؟ بفرمایید. این اصل مربوط به ما افغان ها می باشد. اصل دوم اصل عدم دخالت در امور داخلی افغانستان توسط کشورهای همسایه می باشد که کنفرانس بن دو باید یک ضمانت های برای ما افغان ها بدهد، بخصوص دو کشور ایران و پاکستان در مسائل داخلی افغانستان نباید دخالت کنند.
اصل سوم و هنجار سوم اصل تعهد بلند مدت جامعه جهانی است. پس این سه اصل در کنفرانس بن بسیار مهم است. اصل عدالت و ایجاد و تقویت یک اداره سالم و پاسخگو، اصل عدم دخالت کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان و اصل تضمین و تعهد بلند مدت جامعه جهانی. با این اصول خواهیم پرداخت، اما اساسا سوال در اینجاست، رئیس جمهور نگران چی است؟ وزیر خارجه آلمان هم پاسخ روشن در این مورد نمیده. مهم این هست که آیا اصل که قرار است در کنفرانس بن صحبت شود بحث یک صحبت اصولی خواهد بود یا بحث معاملات است؟ من با یک دیپلمات ارشد آلمانی مثال زدم. مثال آلمان بعد از جنگ جهانی اول و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بود. جنگ جهانی اول بعد از ختم جنگ جهانی اول یک معامله صورت گرفت بین آلمان و کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول. اما معامله در جنگ جهانی اول نتیجه از او جنگ جهانی دوم شد. اما بعد از ختم جنگ جهانی دوم معامله صورت نگرفت. یک سلسله ارزش‌های نهادینه شد بین آلمان و همچنین رابطه آلمان با جامعه جهانی. کنفرانس بن دو نباید تکرار تجربه تلخ آلمان بعد از جنگ جهانی اول باشد، بلکه مدل باشد بعد از جنگ جهانی دوم، اینکه ما یک سلسله نهاد ارزش‌های مهم نهادینه می‌کنیم. سپاس. آقای فرهنگ، شما با توجه به مقطعاتی که نسبت به بن نخست دارند، چه فکر میکنید این بار جهان با قضیه افغانستان چگونه برخورد خواهد کرد؟ با اصول برخورد خواهد کرد و یا با معامله هایی که آقای مرادیان از او اشاره میکنند؟ من فکر میکنم هنوز یک سلسله معاملات صورت خواهد گرفت، اما نه به او پیمانه که در بن اول بود. این کشورها 10 سال در اینجا بودن. اگر در اوایل هدف از اینایی بوده که افغانستان آرام بسازند، تروریسم از بین ببرند، به مرور زمان در 10 سال علایق و چیزهای دیگه در پیشان پیدا شد که میخوان ادامه بدن. از او خاطر امکانات یک سلسله معاملات موجود است. اما یک چیزی که من برمیگردم پیشتر اینجا گفته شد و عبارت از سه عنصر بسیار عمده بود که در اونجا بحث میشه، من فکر میکنم که اپوزیسیون غیر مسلح شاید بدیل خود بته داشته باشه و کار میکنه، دولت بدیل خود شاید داشته باشه بته کار میکنه، اما اپوزیسیون مسلح اویش که میخواد که در افغانستان باشه وقت داخل دستگاه شده، او داخل است و میاله کار میکنه و کوشش میکنه. دیگرها که خارج ماندن، اونا به هیچ وجه حاضر نخواد شدن که در این کنفرانس هم بگیرن معامله بکنن. اونا یک سیستم دارن مخصوصا که هدایت خود از دیگه جایا میگیرن. از او خاطر باید بسیار به احتیاط، بسیار به درایت کار شود و به این گپایی که برادر مسعود بچی آقای مسعود خود دیم به این چیزها اونا نفریب میخورن و نما خود. شما فکر میکنید گفته های شورای عالی صلح افغانستان امروز نسبت به این که امیدوارانه صحبت کردن شورای عالی صلح افغانستان بله. نسبت به پیوستن طالبان ناشی از این معامله ها است؟ من فکر میکنم، اما در اونجا هم تضاد گفتار است. مثلا ما امروز شنیدیم که آقای لودین، مولویس لودین که معاون شورای صلح، اونا گفتن که ما امروز یک تعداد گپ زدیم، ما امروز اشخاص اصلی که وارد از خود ملا عمر یا اطرافیانش باشه یا حکمتیار باشه یا کسا باشه اصلا صحبت صورت نگرفته. فلذا از آل تا به وقت کنفرانس بن وقت کم مانده و اونا هم یک پروگرام دارن، این تمام اونا را در دور یک مفکوره جمع کردن که مفکوره دیگه نیست که یک جای شوین افغانستان حل کنید، بلکه امی مفکوره که با هم یک جای شوین بشینن صحبت کنن حاضر شود. اینا رو به این آماده ساختن مشکل کارست. با اون که از بس دور نشم بگذارید کوتاه اشاره بکنم به این که فکر میکنید که شورای عالی صلح افغانستان با مذاکره با ملا محمد عمر مجاهد و آقای گلبدین حکمتیار مشکل حل خواهد شد؟ نه خیر. سپاس. خانم فرید، چه فکر میکنید حالا با توجه به موضوعاتی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده است و کنفرانس بن دوم هم در راه است، آینده را شما به عنوان عضو مجلس نمایندگان افغانستان چگونه می‌بینید؟ ببینید، در قسمتی که ما از کنفرانس اول تا حال 10 سال گذراندیم، اگر به اساس نظریات تئوریک به مسئله نگاه بکنیم، هیچ کشوری دستاوردهای واقعا محسوسی در 10 سال نداشته، کشوری که پا گذاشته در عرصه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و دموکراسی. کشورهای مختلف رو می‌بینیم که به طور مثال ژاپن از 1870 تا 1960
90 سال طول کشید تا اقلا به اجماع فکری و نظری برسند برای اینکه مرکز ثقل انرژی پیشرفت و ترقی خود پیدا بکنند. اگر مسئله این باشه که ما بخوایم ابتکار عمل در دست بگیریم، چند مسئله واقعا مهم هست که باید طرف افغان و گروه افغانستان در کنفرانس بن مطرح بکنه. یک بعد اصلی مسئله ای هست که ما از ثقل حضور سخت افزاری جامعه بین المللی بکاهیم و به ثقل نرم افزاری حضور جامعه بین المللی فکر بکنیم. به این منظور من این مسئله رو مطرح میکنم که یک سرک شاید 15 سال بعد نیاز باشه که دوباره جور بشه، اما یک پوهنتون اگر تأسیس بشه فکر اقتصادی و فکر سیاسی تولید میکنه که اون سرک برای همیشه در افغانستان آباد خواهد موند. مسائل مهم و عمده این هست که در 10 سال گذشته ما سر توانمندی سخت افزاری جامعه بین المللی بسیار فشار انداختیم و از این توانمندی استفاده کردیم، اما توانمندی نرم افزاری در نظر گرفته نشده. این مسئله باید در نظر گرفته بشه. مسئله دیگه ای که ما باید یک برهه زمانی تا سال 2024 در نظر بگیریم. این برهه زمانی برای افغانها، برای افغانستان یک زمان باشه برای رسیدن به یک هدف ملی و این را در اجندا بگنجانیم. مردم افغانستان میخوان با کمک جامعه بین المللی در سال 2024 به یک حکومت توانمند با ارزش‌های با احترام به ارزش‌های دموکراتیک برسند، به یک اقتصاد ملی بسیار خوب برسند، سیاست خارجی ما در اختیار اقتصاد ملی ما باشه، در کل بتانیم یک تصویر از سال 2024 داشته باشیم. آنچه که شما اشاره میکنید بیشتر بحث آرزومندی و خواستهای شما به عنوان شهروند افغانستان است، اما آموزه‌های شما از یک دهه گذشته و ظرفیت موجود در حکومت افغانستان چرا به نمایش میگذارن؟ بن دوم چگونه خواهد بود؟ بن دوم اگر ما بتوانیم با اجندای منسجم از داخل افغانستان با یک صدا همه گروه های دخیل و زیدخل در تصمیم گیری ها و انتقاد های سیاسی شامل بشیم و این اجندا رو به جامعه بین المللی معرفی بکنیم و بگیم که این نیاز چند ساله افغانستان برای آینده هست، من فکر میکنم میتونیم دستاورد در کنفرانس بن دوم داشته باشیم. در غیر این صورت پراکندگی اهداف، پراکندگی اجنداها چیزی به جز پراکندگی دستاوردها نخواهد داشت و این دستاوردها به نفع مردم افغانستان نخواهد بود. سپاس. خانم کوفی، شما قبلا هم نسبت به اشاره کردین که نگران مبهم بودن اجندا و چگونگی اشتراک کننده ها هستند. حالا فکر میکنید اشتراک کننده ها و در نهایتش بازیگران کنفرانس بن دوم چه کسانی خواهند بود؟ با توجه به تجربه 11 سال گذشته که محور توجه و همکاری های سیاسی جامعه جهانی در افغانستان افراد بود تا ساختارها، سرمایه گذاری، توانمندی سازی و حمایت روانی سیاسی از افراد صورت گرفت. ما فکر میکنم در کنار مسئله‌ای را که اشاره شد برش که نادیده گرفتن عدالت در مقابل ثبات، یک مشکل دیگه هم این بود که ما به ساختار سازی در افغانستان توجه کم کردیم، بیشتر به افراد توجه شد صورت گرفت. بنان در کشورهای مثل افغانستان حضور افراد بسیار تاثیرگذار است. به این خاطر ما فکر میکنم که اشتراک کننده های کنفرانس میتونه تاثیرگذار باشه. اونایی که ممکن است روی آجنده ها و روی تعیین اصول و پرنسیب کنفرانس تأثیر گذار باشند. ما در حال حاضر به این باور هستم که تجربه بن اول که بعضی ها به این فکر هستند که عمل شمول نبودن اشتراک کننده ها یکی از اشتباهات بود، ما به این باور هستم که اگر آل هم ما بازیگرای اصلی سیاست افغانستان را در روند سیاسی نادیده بگیریم، سیاست میره به طرف تکفردی و به طرف تکفردی پیامدش یک حکومت دکتاتوری خواهد چیزی که به باور شما تا حالا بوده یا خیر؟ ما باورم ایست که در بسیاری از تصامیم ملی نهادهای ملی شامل نبودن، از جمله پارلمان افغانستان. بنابراین در کنفرانس بن اگر دولت افغانستان یک هیئت هم می داشته باشه، او هیئت شامل تمام طرفها و بازیگرای اصلی دولت افغانستان باشه، به شمول جامعه مدنی، زنان، پارلمان افغانستان و حکومت افغانستان. اینا کسایی هستند که روی آجندا میتونن تاثیر گذار باشن. فعلا همونطور که دوستا اشاره کردن 4 کمیسیون ایجاد شده در وزارت خارجه که روی آجندا کار میکنن.
حتی شما اگر از نحوه ایجاد کمیسیون ها ببینین موجب نگرانی است. یک کمیسیون، کمیسیون ادغام مجدد است، ادغام مجدد طالبا. کمیسیون دیگر کمیسیون همکاری های منطقه است، چگونگی تنظیم رابطه بعد از سال 2014 با کشورهای همسایه، رابطه جهانی و به می شکل یک کمیسیون دیگه که دقیقا نامش به یاد من است. از این کمیسیون ها امیال هم یک چیزی که بسیار واضح است، امی است که اگر اشتراک کننده های کنفرانس همه شمول نباشند و حتی تحت درفش افغانستان هم از دولت افغانستان هم اگر یک هیئت هم نمایندگی میکنه این هیئت جامعی نباشه و همه خود در روایت نبینن، باز تداوم اینمی به اعتمادی سیاسی خواهد بود. اجازه بده اشاره بکنم که حالا در تک فردی بودن حکومت و مسائل مربوط به اجنداهای بن دوم باید حکومت افغانستان پاسخ میگفت، اما متاسفانه با تماس های من با حکومت افغانستان به نظر میرسد حکومت چیزی برای گفتن در این مورد ندارد. به عنوان آخرین پرسش از مهمانان گرانقدرمون باید مطرح نمود که چه کار باید صورت بگیرد تا از بن نخست آموخت و بن دوم بتونه برای افغانستان یک سرنوشت خوب رقم بزنه. آقای فرنگ، من بسیار مختصر برای شما میگم، به یقین هستم که بن دوم خوبترین شانس داده برای افغانستان که یک بار دیگر صاحب اختیار خود شوند، اما باید از کردی بسیار به درستی و به درایت کار شود. کمیسیونایی که ساخته شده کمیسیون نامای بسیار بزرگ دارند، اما باید از کسانی در بین نزو باشه که همه چیز درست مطابق مسائل ملی افغانستان و شرایط منطقه بسنجند و عرضه کنند به جهان. بله سپاس. آقای مرادیان، ببینید الگوی خوب ما تحولات خاورمیانه هست، کشورهایی که چند دهه در زیر یوغ دیکتاتورها زندگی میکردن امروز به طرف دموکراسی، به طرف آزادی حرکت میکنن و ما باید به این موج بپیونه، نه که ما پس به عقب برگردیم. بله سپاس. خانم فرید، ما با چالش های مختلف روبرو هستیم. اگر ما بتانیم این چالش ها رو به فرصت تبدیل بکنیم، دستاورد بسیار ارزشمندی در کنفرانس بن دوم خواهیم داشت. بله سپاس. خانم کوفی، کنفرانس بن دو نیاز به این داره که روی چند مسئله مهم تمرکز کنند و برنامه داشته باشند. اول روی توسعه اقتصادی افغانستان با توجه از منابع داخلی خود افغانستان، معادن و سایر منابع افغانستان. دوم روی نهادسازی و دولتسازی، آنچه که ما در 11 سال گذشته کمتر توجه برش کردیم که منتج به یک حکومت و اداره سالم با عرضه خدمات اجتماعی مؤثر و با حاکمیت قانون بر مردم میتونه باشه. بله سپاس. با سپاس از حضور مهمانانمان، خانم فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان، آقای داود مرادیان استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، آقای میر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت افغانستان، خانم ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان افغانستان، با سپاس از شما که تا حال بیننده بر روایت دیگر از طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز بودید. البته شما میتونید برنامه بر روایت دیگر رو در سایت www.tolonews.com صفحه بر روایت دیگر نیز بیننده باشید. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت خدا نگهدار.